سنی های تندروی داعش که پایه و اساس فکریشان اعتقادات و اندیشه ابن تیمی است علاوه بر قتل میلیون ها انسان بیگناه در عملیات های وحشیانه در شهرها و کشورهای مختلف جهان دهها مسجد، حسینیه، زیارتگاه، مقام و مکانهای دینی و مذهبی را در نقاط مختلف جهان به خصوص در دو کشور عراق و سوریه تخریب و با خاک یکسان کردند. حالا اما مدتی است که بازسازی و ساخت دوباره این اماکن دینی و متبرکه آغاز شده تا نه مثل روز اول بلکه بهتر، بزرگتر و مجللتر شوند. همکارم علی اکبری گزارش می دهد. ساخت و بازسازی دو زیارتگاه منتصب به اهل بیت علیه مسلم در شهر موسد پس از از دست درازی سنی های داعش به آن آغاز شده است پس از شروع بازسازی مرقد شریف فاطمه دختر امام حسین علیه السلام و مرقد شریف یحیی ابوالقاسم علیه السلام در موسد نشستی خبری در همین راستا در این شهر برگزار شد در این نشست که با حضور جمعی از نمایندگان استان نینوا و برخی از اعضای اداره اوقاف برگزار شد یکی از نمایندگان به نام وعد محمد قدوفی گفت پس از استعلام از اداره اطبات آلیات و اوقاف شیعیان مشخص شد که در مرکز شهر موسد زیارتگاه های مقدسی وجود دارند. اماکنی که متعلق به اهل بیت علیه مسلم می باشن و عبارتا از زیارتگاه حضرت فاطمه دختر امام حسین علیه السلام و از زیارتگاه حضرت یحیی و عبالقاسم که در مرکز شهر موسل واقع هستند. وی افزود پس از منفجر شدن کامل این اماکن توسط سنی های تند داعش گروهی از خیرین امر بازسازی این اماکن را به صورت مرحله به مرحله آغاز کردند. او ادامه داد داعش این مکان مقدس و پربرکت را به محلی برای جمعوری خاک روبه و ضایعات شهری تبدیل کرده بود و اخیرا نیز با ارسال گروه خرابکار قصد دست درازی مجدد به این اماکن را داشتند که خوشبختانه نسبت به این اقدام آنها شکایتی به مراجع قضایی ارائه شد تا مسئله به صورت قانونی مورد پیگیری قرار گیرد علی اکبری اخبار